نشست علمی روزانه آیت الله سی صادق حسین شیرازی روز چهارشنبه هفتم جمادی اول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این نشست در شرح حدیث مشهور قدسیه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی ولایت علی ابن ابی طالب دژ مستحکم من است پس هر کس داخل آن قلعه من گردد از آتش عذاب من محفوظ خواهد بود فرمودند در اینکه ولایت شرط صحت نماز یا شرط قبولی نماز است محل اختلاف است اما از گذشته و حال مشهور بین فقه ها این است که ولایت شرط صحت نماز است یعنی بدون ولایت نماز صحیح نیست و در این زمینه روایات متعددی هم وارد شده است معظم الله در ادامه فرمودند البته برخی از فقها ها که تعدادشان زیاد نیست نیست فرمودند که ولایت شرط قبولی نماز است لذا این مسئله به خاطر استفاده از روایات دیگری محل اختلاف است ایشان در رابطه با برخی از کرامات که در رابطه با بعضی از مؤمنین در زمانهای گذشته و حال نقش شده فرمودن ولایت تکوینی به صورت مطلق و کامل خاص چهارده معصوم علیه السلام است اما در تاریخ بعضا به کراماتی در مورد برخی از علما و افراد مؤمن و متقی از جمله در رابطه با ابن فهد هلی اشاره شده است آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند ولایت تکوینی شاید به صورت جزئی حتی برای برخی از متقین هم احیانا وجود داشته باشد و این مسئله در مورد افراد فراوانی به تواتر نقش شده است یعنی لازم نیست که حتی انسان در جایگاه مقام حضرت زینب سلام و لله ها باشد و گاه نقش شده که انسان عادی هم که حتی نمیتواند بخواند یا بنویسد اما به دلیل آنکه از لحاظ تقوا در مرتبه بالایی قرار گرفته این ولایت تکوینی جزئی را به دست آورده است اما ولایت تکوینی کامل فقط مخصوص چهارده معصوم علیه السلام است با هم فرمایشات آیت الله رزما شیرازی را ببینیم و بشنویم صحت اگر بشه این نماز فایده نداره کمانی که شرط قبول باشه. این نماز قبول بیدر بیدر باشه. سیان عند الله صلا ام تا آخرش بله مشهور اینه که شرط صحته فقط اگر قبل از موت این مستبصر شد خدا میپذیره اما اگر نه اصلا نه. نماز نخونده این نماز اسمش نیست مثل نماز بیوزو میمونه نواز اسمش نی. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه ما حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس و بیست بیننده نشست علمی باشید